درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز جمعه است و 30 از ماه مارچ. در روزهای جمعه به مدت 1 ساعت و نیم خدمت شما هستم و در باب مطالب مختلف صحبت میکنیم. با دوست گرامی آقای عرسی هم مصاحبه ای میکنیم. اجازه بفرمایید که یک غزل از حافظ تصحیح مرحوم استاد خانلری رحمت الله و غلاخوندها برای شما بخوانم. می‌فرماید: بامدادان که ز خلوتگه کاخ ابداع شمع خاور فکند، بر همه اطراف شعاع برکشد، آینه از جیب افق چرخ و دران بنماید رخ گیتی به هزاران انواع، در زوایای طربخانه جمشید فلک ارغنون ساز کند، زهره به آهنگ سماع چنگ در غلغله آید، که کجا شد منکر جام در قهقه آید، که کجا شد مناع. در واقع اینجا تمام عناصر طبیعت رو از یک سو نظر به گستردگی طبیعت و عظمت جهان هست و این کارخانه در واقع حیرت انگیز طبیعت، از یک سو اشاره به عرض می کنم که مناع و منکر، که باز بر می گردد به همین شیخ ها و آخوندها و عرض کنم که دین باوران و این عرض شود که قشریون چنگ در غلغله آید، که کجا شد منکر جام در قهقه آید، که کجا شد مناع. وضع دوران بنگر ساغر اشرت برگیر، که به هر حالتی این است بهین اوزا، طره شاهد دنیا همه بند است و فریب، عارفان بر سر این رشته نجویند نزاع. عمر خسرو طلب بر نفع جهان می طلبی، که وجودی است عطا بخش کریم نفاع. مظهر لطف ازل روشنی چشم عمل، جامع علم و عمل جان جهان، کی آقا؟ شاه شجاع. بله، که وجودیست عطا بخش شو کریمی نفاع. هم بنده دیدم جای دیگر اینجا میگوید که وجودیست عطا بخش کریم نفاع، یعنی بسیار نفع رساننده به صیغه مبالغه. خدمت شما عرض کنم که میدونم 10-12 سال که در تلویزیون خدمت شما هستیم، یه 20 سالی هم اینجا و اونجا در این جلسات و سمینارها و اینها، مطلب ما هم یک چیز بوده است. در واقع همه اینها بر محور اون یک چیز میچرخیده و اون موضوع آزادی است، آزادی، دموکراسی، حقوق مردم. بعض دوستان هر شبت که به خطا تعبیر میکنن این عرایض ناچیز ما رو به خطا تعبیر میکنن. در واقع این اگر ما سخنی گفتیم که در نقد دین بود، این به نفع آزادی، چون همه چیز عرض کردن برای انسان هست و این انسان با حقوق طبیعی از مادر زاده شده است. بنابراین طبیعی ترین حکومت اون حکومتی است که حقوق طبیعی آدم ها رو رعایت بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یعنی در روزگاری که انسان غار نشین بود، آقا در غار آزاد میزیست، آزاد زندگی میکرد، نه زندان میشناخت، نه شکنجه، نه حکم حکمران، نه قزاق، نمیدونم نه سپاهی، نه ساواکی، در دامن طبیعت آزاد میزیست این انسان، حقوقش رعایت میشد، طبیعت حقوق او رو رعایت میکرد. اینقدر هست که مشکلات داشت، مشکل عرض میکنم گرم و سردی هوا رو داشت، مشکل نمیدونم سبا به قول قدیمی ها در رندگان، مشکل هزاری مشکل داشت. این آدم بیچاره برای رفع مشکلاتش نیازمندی هاش بسیار بود و برآوردن نیازمندی های انسان کار یک نفر نیست. این از که جامعه تشکیل شد برای که
عرض میکنم که راحت تر زندگی بکند و در این تجمعات بود که رفته رفته چهره کریه چماغداران پیدا شد بر سر این آدم، حقوقش را ازش گرفت. یعنی در سیستم استبدادی یک نفر آدم حق حاکمیت مردم رو میدوزه، حالا پولا که میدوزه به جای خودش. در این 100 سال گذشته به جز یکی چند سال همواره این مستبدین حق مردم رو دزدیدن، حق حاکمیت رو اول میدوزن. ما توجه نداریم که این پولا که میدوزن در مقابل اون حق حاکمیت که میدوزن خیلی حقیره. توجه نداریم که حق حاکمیت این سرزمین رو اینا میدوزن. یک نفر میاد میدوزه، امروز آسد علی، حالا هی ما اشاره میکنیم به پولا، نمیدونم که آقای نمیدونم پسرش آقا مجتبی دزدیده، نه اینا چیزی نیست در مقابل دزدی حق حاکمیت. ضمانت اجراش هم چابکشا. یعنی به معنی یک کسی آمد این هرم قدرت تشکیل داد، خودشون بالا نشست، یک عده چابکش به دست چپ، یک عده جاسوس به دست راست، شکنجه‌گر. عرض میکنم که سرمایه خود مردم رو به صرف آن میرساند که این حقوق گرفته از مردم را حتما نگه داره. هر کس هم سخنی گفت با کتک و توهین و تحقیر و کشتار و شکنجه و ضرب و جرح و اینا از بینش میبرد. این شده نوع حکومت ما بعد از نمیدونم چند هزار سال تاریخ. و حق این که در واقع انسان به جانش مسلط باشه و به مالش مسلط باشه نه حقوق انسانی است. شما این نگاه کنید به هابز و لاک و بقیه سیاسی اندیشانی که تغییرات در جامعه وجود آوردن، این حق مالکیت و اسلام هم میگوید که الناس مسلطون به انفسهم و اموالهم. اما اگر مسلمان باشد، اگر یهودی باشد، زرتشتی باشد، نمیدونم باشد، اون دیگه مسلط نه به جانی نه به ما، باید بگیریم بدیم به خود ما. حق نداره که، حق نفس کشیدن ندارد کسی غیر مسلمان. و این داستان به طور کلی یعنی این حاکمیت دین، مشکل ما مسلمان نیست، حواس ما باشد چه میگوییم اینجا. مسلمان رو باید از حاکمیت اسلام جدا بکنیم. مسلمان موش مردمان بیچاره درمانده هستن، قریب 90% بی سواد، گرفتار، فقیر، واقعا جگرخراش وضعیت مسلمانان جهان. شما نگاه بکنید حالا 4 تا پمپ بنزین پیدا شده، یه کر و فری بابت پمپ بنزین، بنزین هم داره تموم میشه، ولی همون چماغا هست بر سر مسلمین بیچاره. اینجا ما عموما از حقوق انسان صحبت کردیم، آقا از حقوق مال ما چون ایرانی هستیم و مشکل داریم، خب در باب خودمون صحبت، دین ستیزی ما نمی کنیم اینجا. نقد اون مراتبی رو میکنیم که با حقوق انسان در تضاد هست. حالا من نمیدونم این آقای اشکوری خداوند عمر ایشان رو طولانی کند، ایشون رفت به آلمان یه بود چیزی شرکت کرد، بیچاره بدبختی اشکوری بود دیگه، در بله کنفرانس برگشت، توهین تأخیر کشیدنش به دادگاه آخوندی، عمامش رو کندن زندانش انداختنش بیرون، هنوز متوجه نشده، هنوز متوجه نشده این آقا، تکفیرنامه برای ما می نویسه. یکی آقا تو رو چرا به خاری انداختن، به تو سرت زدن، عمامت رو کندن، آقا انداختنت بیرون، زندانت کردن، به بدبختی افتادی، هنوز متوجه نشدی از کجا خوردی. چه کرده بود این آقای اشکوری؟ رفت تو در یک کنفرانس شرکت کرده بود در آلمان. چه کسی تو سر تو زد؟ استبداد علی خامنه ای از کجا آورده بود؟ از همون اسلام گرفته بود. خب خلیفه خداست. حالا هر چماغداری که در جهان آمد و حقوق حقه مردم رو از مردم سلب کرد و به خودش نسبت داشت، یک بهانه ای داشت، یکی به بهانه استبداد موروث پدری، یکی به بهانه که ما جانشین امامیم، حق ماست. حرف بنده این است که هیچ چیزی بدین وجه توجیه پذیر نیست. این چیز سخن حق یک نفر رو گرفتن هم توجیه نمیشه. همه خدایان جهان جمعه بیرونشون کرد، با ته قنداق تفنگ زد در دهان کسی که میگوید که
من جانشین خدا هستم، خدا فرموده است من نمیدونم زن بچه تو رو اسیر کنم یا حقوق سیاسیت رو بگیرم، حقوق انسانیت رو از سلب کنم چون من عمامه دارم. خب به درک عمامه داری. حالا این آقایان کتک خوردن، تأخیر شدن، عمامه رو از سرشون کندن، بیرونشون کردن، هنوز هم نفهمیدن از کجا خوردن، هنوز نمیخوان یک گام در راه آزادی ملت و روشن شدن حقایق. آقا شما که میدونید آسمان چیزی نمیاد که، چرا حرف نمیزنید پس؟ شما که میدونید که این قوانین و احکام بسیار بسیار بهیمی و عقب افتاده است، و چرا ساکتی؟ منتظر بقیه شی؟ هی کلا سر ما گذاشتن، هر روز یه کلاه جدید سر ما گذاشتن. ما مردم بیچاره ایران زمین، یه رو گفتن تو نمیفهمی ما یاغیا رو داریم سرکوب میکنیم. آقا ساکت باشی، آقا داری یاغی سرکوب میکنه. راست میگه آقا، یاغی؟ خب کسی اومد یاغی سرکوب کنه، لشکر بکشه بدون قانون یاغی سرکوب کنه، فردا میاد تو شهر روزنامه‌نگار سرکوب میکنه. ما اینقدر نفهمیدیم، یعنی فهمیدیم ترسیدیم، خیلی از ما ترسو هستیم بخواد، متاسفانه جانمونم خیلی دوست داریم. پنداری که مثلا ما عرض کنم که در راه آزادی یه سیلی بخوریم یا یه گلوله بخوریم، در کائنات زلزله میاد، خبری نمیشه والا. کلا سرمون گذاشتم. امنیت، امنیت، مملکت اول امنیت. چگونه است که یه نفر با چند تا قزاق میتوانن امنیت برقرار کنن، کل ملت ایران نمیتوانن امنیت برای خودشون برقرار کنن؟ خیلی مضحکه نی؟ یه کلاه گشاد بزرگ بود، دوباره یه فرصتی به دست آمد. یه چند سالی خب آزادی بود، روزنامه بودم چه بود، دستاورد بزرگ بود، مردم حس غرور میکردن، حس مالکیت این سرزمین میکردن. دوباره یه کلاه دیگری آمد، تمدن بزرگ، دروازه میخوام نشونتون بدم، خفه شید. بعد هم بدترین بدترین ها، حاصل همون استبدادهای گذشته، آخوند پروری همه رو از میدون کردن بیرون جز آخوند. به عوض برکشیدن شخصیت ملت، به عوض دادن مسئولیت به مردم، به عوض احترام به مردم، کسی رو آدم حساب نمی کردن در روزگاری جز آخوند. فقط از آخوند وحشت داشت. آدم های بزرگ، دلسوز، وطنخواه، مدرن، متجدد، یا در زندان بودن یا فراری بودن، آخوند معتجل جیره میگرفت از دربار. اینا حقایق امور هست، چه میخوای بپذیر چه نپذیر. بعدم این کرما تبدیل شدن به اجده ها. حالا کار ما هزار بار مشکل تر، آقا ده هزار بار مشکل تر شده کار ما، چون ما به محض اینکه بخوام چیز کنیم آسد مرتضی کار داریم، نمیدونم با شیخ طوسی گرفتاری داریم و حبیب ابن مظاهر، اینا همه رو باید پشت سر بذاریم. خب به حسین تشنلب و نمیدونم حبیب ابن مظاهر و نمیدونم عباس یه دست و یا بی دست و این 12-13 نفر، این تا برسیم آرام آرام برسیم به نمیدونم علی ابن ابی طالب و قرآن و محمد و خدا و عرش کبریا، اینا همه رو باید چیز کنیم، با اینا جنگ کنیم که چیه؟ که میگیم آقا ما حق داریم رأی بدیم. آقا مال این مملکت مال یه نفر نیست، حقوق سیاسیش متعلق به یه نفر در یک بیت نیست. این جنگ خیلی بزرگی است، این نبرد بسیار سهمگین است هموطن. یک مش آدم گیجتر از گیج، قلم به دست، بی غیرت، 50 سال با غیرت مبارزه شد در مملکتم. هر که غیرتمند بود تو سرش میخورد. اصلا غیرت، شما حق ندارین غیرتمند باشین، که شما اطاعت کن. یه آتاتورک آمده بود، خوب میفهمید، عجب مردی بود این آتاتورک، برکشید، شخصیت میداد به مردم، جانشین برای خودش معلوم کرد، میراثداران در واقع وفادار،
میدونست این کرمای روی سرخواه میکنه، ارتش هم گذاشت ضامن اجرای اون قانون اساسی که سال 1927 آخرین نوشته هاش هست که اسلام کشید بیرون از قانون اساسی ترکیه. گفت شما سربازان این سرزمین موظف هستین هر موقع آخوند و مذهبی آمد خواست کاری بکنه مذهبی این قانون خراب کنه، شما باید بریزین بیرونشون کنین از حکومت. همین کارم دو سه باری کردن. اون میدانست با مردن اون آخوندها جون میگیرن، باز عمامه رو به سر میرن، تسبیح به دست میگیرن، قرآن زیر بغل، شروع میکنن به فریب دادن مردم و خوردن اموال مردم. ترکیه هزار هزار برابر غلیظتر بود داستانش و داستان ما. اونجا پایتخت اسلام بود، خب این منبری آورده بودن و یه منبر جعلی، دندان جعلی هم کنده بودن گوشه بودن اونجا، یه شمشیر شکستن و این زلفا خنده‌دار کار اینا، همه کار این ترکا با جعل بوده. بعدش هم مملکت جعلی خب درست کردن، زبان جعلی هم تراشیدن و دلشون هم خوشه، اما این ارزه و لیاقت رو داشتن کلک اینا رو بکن. حالا آقای اردوغان ادعای عرض میکنم که امپراتوری اسلام داره، حقم داره، مملکتش پیشرفت کرده، مردمان روشن فکر به وجود آمدن، مردم ترکیه بسیار بیدار هستن بر اثر همون کاره که اون آتاتورک با قانون. حالا یه دنش اصلا نقشه استبداد دیگه برای ما میکشن. آقا اگه میشد این آمریکایی‌ها بمبارون میکردن، ما دوباره رفقای قدیم رو جمع میکردیم، همین کلاهی سر مردم میذاشتیم، پوری پردا میگفتیم آقا رفراندوم نرسیده، خب ما رو میخوان دیگه، یه کلاهی دیگه سر ملت. آقا چقدر کلاه سر ملت بخواد بزنی؟ چند بار باید سر این ملت بیچاره کو چند بار بیرون بکنن آقای مستبدین رو؟ یه مسئله در امریکایی ها میگن که عرض کنم که You did it once میگوید shame on you، You did it twice shame on me. یه بار کلا سرم گذاشتی شرم بر تو، دو بار کلا سرم گذاشتی شرم بر من. نقشه بارسما هم دارم میکشم، امید بو میکشم ببینن که کجای این امریکایی کسی حمله میکنه به ایران، ایران خراب کنن برن به خرابهاش بنشینن. به وضوح ما میبینیم، به وضوح خوب اگه نگاه کنیم میبینیم یه دم راه افتادن چمدون به دست اینجا اونجا، بو میکشه. هر کسی فکر اینه که من لایق‌ترینم که رئیس بشم اونجا. عجیب گرفتاری داریم واقعا. حالا حکومت‌های بد بودن، استبدادی بوده خیلی جاها، آقا چهار تا روشنفکر و استخوندار درست حسابی بودن، به مردم راه رو نشون میدادن، سخنشون صریح واضح شجاعانه بود. تو از سالهای 1330 تا انقلاب اینا که یه مشاعر گی جمع شده بودن شعر نو میگفتن، مبهمات میبافتن به هم، میگفتن مردم برن تفسیر کنن در بیارن، اینم روشنفکری اینا. یه دم زده بودن به اسلام مثل علی شریعتی و بعضی دیگه، چهار آخرش اسلام. اساسا این حقوق طبیعی انسان رو به وضوح برابر آیات متواتر قرآن از انسان میگیره میره به خدا. ما نمیدیم خدا کی قراره معجزه کنه بابا جان، پس کوی خدا؟ یک مش مغول آمدن به حدود سال 614 از اترار شروع کردم، شمال شرقی خراسان، هزاران عالم بزرگ، دینداران، ائمه دین، صوفیان صافی زمین، پیر مردان، بچه ها، زن ها سر بریدن، این مساجد رو تخریب کردن، قرآن ها رو زیر پای یابو انداختن، به قاذورات اسمان آلوده کردن، تا بغداد خبری خدا نشد، پس که کو کجا؟ پس چی داستان چیه؟ حالا تو طلاعات میری میده سر گور امام هشتم که به تو مثلا دختر دیگه شوهر خوب پیدا بشه، مثلا آخونده شب جمع میکنه با تیب خاطر به ریشت هم میخنده، تلاش هم میبره خرج میکنه قسم میسوزه. خدا که اینقدر گرفتاری داره که به این یه ذره جا نمیرسه که حالا بیاد حق حسن از تقیی بگیره که
خودمونو مسخره کردیم واقعا. عقل ما زایل شده، بعد بس تو سری در این تاریخ خوردیم و گرفتاری ها داشتیم و کشتار و خشونت و اینا، به طور کلی مثل که گیت شدیم آقا. انسان ارزشی به تفکرش و ارادش، اراده. ما یه فیلسوف داریم که از درخشانترین فیلسوفان تاریخ هست، شوپنهاور. شوپنهاور خیلی دیر شناخته شد، اما وقتی شناخته شد معلوم شد که دریایی بوده. صحبت از اراده است فقط. پس این اراده ملی کی قراره برای منافع ملی حرکت کنه؟ من نمیفهم. حالا الحمدلله دارن گاز میکشن تو دهات و نمیدونم، خدا را شکر 40,000 تومان هم میدن میخوریم. ما یه دیزی هم که نمیشه بار کرد با 40,000 تومان. که آزادی در یک ترازو، دیزی در یک ترازو، دیزی میچربه. زنده با دیزی. از حقوق انسان تجمعه. چند نفر جمع میشن، تجمعی درست میکنن، اسمی میزنن حزب، برای حزبشون تبلیغ میکنن، جامعه رو بیدار میکنن، عضو میگیرن. همه کارا تو مملکت ما قدغنه. آزادی بیان، بیان آقا، زبانها باید بسته باشه، فقط اطاعت. باری این مطالبی که ما اینجا خدمت شما عرض میکنیم، نه مشکلی با ما دینی کسی، اساسا ما جستجوگر این هستیم. بنده خودم رو عرض میکنم، چه مایه زیباست که در مملکت ما قانون حاکم باشد و تلون دین باشه. یعنی در کشوری که امروز نمیدونم 90% شیعه است، اهل تسنن احساس بیگانگی نکنن، بهایی ها، زرتشتی ها، یهودی ها، مسیحی ها به آزادی معابدشون داشته باشن. بعد یک کسی نگاه میکند میگوید که عجب جامعه بزرگواری، عجب جاییست ایران. اینا آمدن نمیدونم ارامنه، کتابی هست به این قدر، خدمت ارامنه به این تاریخ مملکت ما در جنبه های مختلف. گویا یک آرشیتکت ارمنی طرح مسجدی خودتان خرابش کرد. دوستی به من میگفتن در همین جلسه که بودیم، گویا این کعبه یه جاش خراب بوده، این نمیدونم چش بوده. چند تا ایتالیایی میان یه تعمیر کنن، خودشو که ندارن کسی. شما هیچ متفکر اهل مکه سراغ دارید؟ یا یک نمیدونم فیلسوف و نمیدونم منجم اهل مدینه تالا خبر دارین؟ به مندم بفرمایید، حرفان پس بکنید. ایتالیا آورده بودن، گفت اینا رو گفتن شما باید مسلمان بشین تا بتونید برید اونجا. گفت فقط رحمشون کردن، ختنشون نکردن. اینا دروغی کلا شرعیه دیگه، داشتن لا اله الا الله محمد رسول الله، حالا مسلمان شد برو تعمیراتش انجام بده و بیا بیرون. اینقدر برکات نداشته که دو تا نجار درست حسابی تولید کنه که برای اینو تعمیر کنه. نمیدونم چند میلیون اهل تسنن هستن در ایران، واقعا آمار درستی نیست. میگن 4 میلیون تا 6 میلیون نفر. این شدن اقلیت توسری خور. آخوندهای دولتی پشت نمیدونم میکروفون سب نمیدونم عمر میکنن، سب به ابوبکر و عثمان اینا. و این کثافتکاری های ضد بشری بدون کوچکترین حسی که آقا یک عده هم هستن، آقا اهل تسننن، هموطنان ما برادرین. آقا این چه کاریست ما میکنیم؟ عمر کشون را میاندازن. بیشتر از تقریبا 300 سال هست که جهان به بیداری رسیده، حقوق انسان معلوم شده، انواع دولت های آزمون شده. ما جستجوگر چه چیزی هستیم؟ حالا تازه یک عده آخوند آمدن به ما میگوین که
ما وکیل امام زمان هستیم، اساسا وکالت عامه چیز حرامی است. قانون نویسی هم جعل قانون هست، چون قانون رو خداوند تبارک و تعالی 1400-500 سال پیش داده به جبریل، آورده به زمین و اینا، همین قانون هست. قانون نویسی جعل گناهه. بزرگترین گرفتاری کشورهای مسلمان بیچاره، بی سواد، همینگان تعداد. آقا این تعداد که چیزی رو به اثبات نمیرساند. عزیز من که شما که آخوندی رفتی اونجا، اولا چهار تا منطق خوندی توی فیزیه، بخش اعظم این بیچاره مسلمان ها در پاکستان و هند و اندونزی و بنگلادش، قریب 700 میلیون نفر، 700-800 میلیون هم عرب و اینا داریم نفروش رو کنم، خبری نیست. همه بیچاره، همه فقیر. آبزشنی به تعداد بایستی که این آقایان بیان مردم رو روشن کنن آقا این داستان کار نمی کند، این داستان به بنبست رسیده، این قوانینی که 1500 سال پیش آمدن برای چهار تا آدم بیچاره بدبخت که زندگی کاملا ابتدایی بیابانی داشتن، اینا که نشد قانون. آخه ولی ولایت فقیه که نشد نوع حکومت برای یک جامعه مدرن. یک نفر نشسته برای همه فکر کنه، 80 میلیون نفر آدم باهوش فرهنگی فکرشون باطله، اصلا حرفشون شنیده نمیشه. یعنی در این جریان فکری که مملکت رو داره اداره میکنه، یک کوره آب متعفنی از ذهنی مستبد داره میاد بیرون، میگه این درسته، همه سرچشمه ها باید خشک بشن. علت عظمت این کشور آمریکا برای چه چیزیست؟ به جهت این است که حرف ها شنیده میشه، همه با هم کار میکنن. اون که امریکا رو ساخته در واقع حاصل جمع همکاری همه آدم هاشه، کم هم میاره از خارج میاد. آسد علی خامنه ای نابغه جهان سیاست، هر شبت که بقیه هم خفه بشن، هر کس هم حرف بزنه جاش اوین. شکنجه‌گر هم داریم الحمدلله، تا دلمون بخواد داریم. حالا من نمیگم بیشتر از کجا، بعضی هموطنان هم بر بخورد، اما بعضی شهرها خیلی تعداد شکنجه‌گرشون بیشتره. باتونای خیلی عالی، باتوم برقی خیلی جالب، زنجیرهای کلفت درست حسابی هم اخیرا میسازن مطابق با دانش فلسفه‌شناسی. این وضعیت ماست. حالا در این تاریخ 1400 سال گذشته نقدی نشد از این دین، از احکامش. گویا یک نفر در مسجد می نشسته در همون روزگاه حرفای می زده، تکفیرش کردن و چکارش کردن. ما بالا رفتیم پایین آمدیم، یه محمد ابن زکریا رازی داریم که عرض کردم بزرگترین آزاداندیشان جهان هست به نظر من، یه ابن راوندی که اینا انقدر تکفیر کردن و لعنت به اینها کردن و کتاباشون رو آتیش زدن که ما از طریق فحش‌های دیگران میفهمیم رازی چه گفت. مقصودی که اگر که ما اینجا سر شما رو درد آوردیم، مطلبی گفتیم در این ارتباط، نه خصومتی با دین، آخه با دین که نمیشود خصومت کرد که عزیزان من، نه به زور میشود، البته بازور شده که دین تحمیل شده، خود ما نمونهاش، اما در جان انسان، در عمق فکر انسان، در باید درست نگاه کرد به قضایا. اجازه فرمایید که یک تکه موسیقی که بخش مقدماتش قبلا پخش کرده بودیم از استاد بیگجخانی تبریزی و فرنام، آقای فرنام، حاج آقا فکر می‌کنم بهش میگفتم، بشنویم در منتهای زیبایی و لطافت این قطعه در حافظیه شیراز، در همون روزگارانی که در واقع جشن هنر بود در شیراز و اینها، این دو استادم دعوت کردن، خیلی بدیع و لطیف و زیباست. بشنویم ببینیم و بشنویم.
بله گفت حد همین است، سخندانی و زیبایی را. حق موسیقی ایرانی هم حدش در همین حده، حد غنای موسیقی ایرانی در همین جاست. در واقع این استاد بزرگ و بی‌نظیر مرحوم بی جهانی آقای پرنا، عرض کردم در باب این استاد، خود تبریز آذربایجان سبکی داشت در موسیقی، در آواز. در من شنیدم، دیدم که یکی از این هنرمندان خوب مملکت ما میگوید که این آقای بیگ جهانی از علی اکبر خان گرفته، اصلا ارتباطی نیست بین این شیوه و شیوه علی اکبر خان شهنازی. کسی اندکی هم وارد باشه میبینه که آقا چه تفاوت هاست، اصلا ربطی به هم نداره علی اکبر خان. باری این حاجی های بعضی این حاج آقای تبریز از روزگار قدیم که با من این داستان رو از دوست هنرمندی شنیدم که خودشون اهل آذربایجان، خب عمری گذراندن در پای ساز این مرد بزرگ. بعد در زمان پربرکت اسلام، همین حکومت آخوندی، اینا میروند باقی جایی و اینا، اون حاجی میگوید که به رانندش که استادو برسونید بعد ما با هم میدونید. در راه این استاد میپرسید که جا که بود پس چرا همه با هم نیامد؟ حالا این راننده روش نمیشد بگه که ای استاد اینا نمیخوان با تو دیده بشن. ببینید وضع هنر در مملکت ما، یک شخصیت ممتازی مثل بیگ جهانی اینا میدرسیدن، ننگشون میامد که آخونده نبینن که این حاج آقاها در یک ماشین نشستن که این اوباط افتخار جد و آباد شماست اگر با بیگ جهانی میشستین در یک اتومبیل. از اینجور خفت ها و این خاری ها بر سر هنر بوده. حالا بگذاریم از این داستان، ازدواج با آقای عرسی. شما آقای عرسی، درود بر شما. درود بر شما جناب مشیری و درود بر بینندگان برنامه شما. درود بر شما آقای عرسی، حالتون خوب هست؟ سپاسگزار شما هستم. خوب هستم آقای مشیری. بله شما چطور هستید؟ قربان ما الان ساز یکی از همشهری های شما رو شنیدیم، خیلی حالمون خوب شد. مرحوم بیگ جهانی با آقای فرنام در جشن هنر شیراز از تبریز. عرض کنم که آقای عرسی گرامی، در هفته گذشته سخن شما اونجا قطع شد که نقل قول کردید از این آقای مهاجرانی که نور میتابد از این عمامه آسد علی، اساسا چیزی از فساد به ایشان منتسب نیست، که وقت تمام شد. من از شما خواهش میکنم ادامه بدید در ارتباط با تحلیل سخن این مرد که در انگلیس گویا زندگی میکنه. بله جناب مشیری، بحث ما در واقع در ارتباط با این موضوع بود که آقای دکتر مهاجرانی چندین ماه پیش که بحث این دزدی ها در ایران پیش آمده بود و عده‌ای هم گفته بودن که خود شخص خامنه ای دزد است، دزدی میکنه و چنین و چنانه، آقای مهاجرانی پاسخ داده بود که گویا در یک مصاحبه ای توی بی بی سی بوده، حالا من دقیق نمیدانم، ولیشون گفته بودن که ایشون آقای خامنه ای در زمینه دزدی و مسائل مالی نه تنها یک نقطه سیاهی در زندگیشون نیست، بلکه یک نقطه خاکستری هم حتی وجود نداره. در واقع به نظر من ایشون با این صحبت که خب در ایران هم جوری منعکس شد که اون حسین شریعت مداری برداشته بود، نوشته بود یه توبه نامه یکی از سران اصلاح طلب و گفته بود که خب تو که حالا با این حرفا معنیش این استش که داری توبه میکنی، خب توبه باز است، میتونی به ایران برگردی. همه از این دست. البته خب اون کارش، اون شرارت همیشه اون حسین شریعت مداری، ولی به هر حال من اون چیزی که فکر میکنم بسیار اهمیت داشت این بود که شاید آقای مهاجرانی واقعا سرنزل این حرف رو زده، یعنی واقعا اعتقادشو گفته و منم بحثم بر سر همین اعتقاد ایشونه. حرف مخلص جناب مشیری که میخوام مزدعالی واقعا در این مورد قضاوت بفرمایید در مورد چیزی که من میخوام بگم، این هستش که من فکر میکنم افراد نظیر آقای مهاجرانی و بسیاری کسان دیگری هستند که گاه گاهی از این رو صحبت ها میکنن، برداشت اینا از مفهوم دزدی رو از کنن که تجاوز و اموال مردم هنوز در محدوده تفکرات از فئودالی و خانخانی است. یعنی از نظر جناب مهاجرانی و امثال او دزدی یعنی اینکه یکی بره مثلا پول یکی رو بدزده یا زمین یکی رو مثلا بخوره یا
نمیدونم خونه کسی رو بالا بکشه. هنوز از نقطه نظر ایشون دزدی قدرت ملی و حاکمیت ملی هنوز در جدول دزدی نیست. بله متاسفانه همینجوره. بله عرض بنده این استش که این آقای علی خامنه ای مردم ایران به درستی فهمیدن ایشون رئیس تمام دزدان ایرانه، برای اینکه چیزی که ایشون دزدیده حاکمیت ملی است. جناب مشیری، این آقا تمام قدرت‌های قدرت سیاسی، اقتصادی، قانونگذاری، نظامی همه اینها رو مردم ایران گرفته و در چنگال خودش، در دست خودش و عوامل خودش منحصر کرده، محدود کرده و نه تنها تمام قدرت ملی رو بلکه قدرت مذهبی رو هم حتی از روحانیت گرفته و منحصر به خودش کرده. بنابراین ایشون بزرگترین دزد تاریخ مملکت در اصل ملت ها، در اصل حاکمیت ملی، کسی که میاد به نام دموکراسی تقلب در انتخابات میکنه، رأی مردم رو میدزده، حق رأی مردم رو از دست میگیره و حاکمیت ملی رو به گونه از دست مردم در میاره. آیا دزدی بالاتر از این ما میتونیم بیان بکنیم؟ دزدی بالاتر از این میشه معرفی کرد؟ بله بله. با در نظر گرفتن این قضیه که تمام این دزدی‌ها که داره میشه، جناب مشیری، تمام این افرادی که الان این بزرگترین دزدی عملی که در تاریخ ایران صورت گرفته، این میلیاردها دلاری که عده‌ای بالا کشیدن، همه اینها زیر سایه قدرت جناب ولی فقیه این کارا رو کردند. بله تمام حیف و میل هایی که در دولت شده خب به فرمان او یا با اطلاع او، به دستور او بوده. من نمیدونم فساد چگونه معنی پیدا میکنه. من تعجب میکنم از این آقا، واقعا وزیر فرهنگ اون آقای خاتمی هم بوده. ایشون به هر حال خیلی هستن جناب مشیر، من خیلی هم این حرفو شنیدم که بله آقای خامنه ای در زندگیش اینجوری خیلی آدم نمیدانم متقاضی چیزی نداره، نمیدانم خانه نداره و حرفای از این دست. حالا که اینها تمام این مملکت جناب مشکلی در اختیار ایناست، نفت این مملکت در اختیار ایناست، هر جا دلشون میخواد خرج میکنن، به هر کسی پول دلشون میخواد میدن، بیت رهبری میلیارد میلیارد در اختیارش، پول زندگی مردم اینا حیف میل کردن. همه اینها نتیجه قدرت فردی این آقای علی خامنه‌ای است که امروز مرکز فساده. و مسئله که در این مورد جناب مشیری اهمیت داره اینه و بی اندازه حرف آقای مهاجرانی و امثال اونو در واقع مورد انتقاد میشه قرار داد، این استش که درست در زمانی که جناب مشیری ملت ایران در این سالی که گذشت حقیقتاً به یه چیز بزرگ دست پیدا کرد و اون نسلش که بعد از سالها مشیری این ورون ور زدن، یه دفعه میرفتن یقه نمیدانم رئیس مجلس رو میگرفتن، یه دفعه میرفتن یقه نمیدانم رئیس قوه قضاییه رو میگرفتن، یه دفعه میرفتن یقه رئیس سپاه پاسداران رو میگرفتن، سالها بود که رفته بودن یقه احمدی نژاد رو گرفته بودن. یک چیز فراموش شده بود این وسط که آقا یک فردی اینجا هست که به قول خود اینا عمود خیمه ولایته و اون هم علی خامنه ایست که دیکتاتور این نظامه. یعنی همون بلایی که بر سر تمام نظام های توتالیتر آمد در قرن بیستم، بر سر جمهوری اسلامی هم آمده. در نظام های توتالیتر شوروی، چین، نمیدانم تمام کشورهای اروپا شرقی، اعتدال حکومت های جمعی اونجا برقرار بود. بعد از مدت یکی از توانمندان و قدرتمندان تمام قدرت حزبی و ایدئولوژیکی رو در دستار خودش می‌گرفت و تبدیل می‌شد به مستبد و دیکتاتور مدعیان جامعه. استالین همینجوری شد، نمی‌دونم ماستو اینجوری شد، در آلبانی نمی‌دونم انور خوجه به همین شکل درآمد و و و در جاهای دیگر صدام حسین در عراق به اون شکل درآمد. این همین دیکتاتوری که اخیراً مرد کشته شد، اینا معمر قذافی وضعیت ایشون همینجوری بود. این دارم جناب مشیری به همین شکل شده. یعنی طی سالهای اخیر ما اگر این تبلیغات رو نگاه کنیم ببینیم خیلی جاها ما دقیقا آدرس رو عوضی گرفتیم، یعنی آدرس اشتباهی داده شده به مردم.
و آقای علی خامنه‌ای نشسته بود اونجا دستور میداد میزد میکشتن زندانه میکردن میبرید میبست میزد میشکست دلخرجی میکرد همه کار رو انجام میداد ولی ما تمرکز ضربه رو گذاشته بودیم نمیدونم روی مثلا احمدی نژاد بله قاضی مرتضوی حالا که همه اینها بازیچه های دست دیکتاتور نظام هستن یک روز این بابا رو بالا میبره یک روز اون یکی رو پایین میاره دوباره اون یکی رو بالاتر میبره اون یکی رو پایین میاره دوست نزدیک و صمیمی خودش هاشمی رفسنجانی رو که با یاری او آمد به قدرت مطلق در مملکت رسید توی 3-4 سال اخیر شروع کرد به کوبیدن بالا پرش رو چی؟ این دفعه نمیدونم افتاد به طرف اصلاح طلبا اصلاح طلبا رو همونجوری داغون کرد بعد آمد احمدی نژاد رو آورد دوباره رفته احمدی نژاد داره میکوبه شروع کرده گروه علی لاریجانی و دوباره مثلا هاشمی رفسنجانی یه جوری بالا آوردن خب گفت اون طرف گفت دیده ای خواهم که باشد شهشناس تا شناست شعرا در هر لباس این مردم ایران خوشبختانه جناب مشیری یک دیگه دیکتاتور شناس الان پیدا کرده بله. سال گذشته این نامه هایی که نوشته شد تبلیغاتی که شد از تمام از طرف تمام روشنبینان جامعه به گونه مستقیم و غیر مستقیم بر این نکته در واقع همه تاکید کردن که آقا مرکز اصلی مشکلات این مملکت یک دیکتاتور بیمار مسترب فاسد بیعقل جاهلی به نام علی خامنه ای که در اثر این انقلاب اسلامی و نظام ولایت فقیه با روابطی که موجوده توانسته الان تمام قدرت‌های اجتماعی و سیاسی و مذهبی و نظامی مملکت رو در اختیار خودش و خانواده اطرافیان فاسد خودش قرار بده بنابراین نتیجه عملی این چنین شناختی این شده که تمام ضربات و مبارزات باید متوجه این دیکتاتور باشه باید ضربه به طرف او انجام بگیره حملات به سوی او صورت بگیره به این برون بر نباید متوجه بکنیم و بپردازیم به عوامل درگیزه در چهار رژیم دوم باید کوشش بشه بالاخره یه جبهه واحدی یه همکاری بین تمام نیروهای دموکراتیک جامعه صورت بگیره نیروهای پیشرو جامعه صورت بگیره برای اینکه این دیکتاتور نظام رو برکنار کنن زمین بزنن این کاری که مردم توانمند مصر کردن مردم تونس کردن و در جاهای دیگر خب در یک چنین وضعیتی افرادی که میان چنین سخنانی مطرح میکنن اینها تیغ مبارزه رو کند میکنن جناب مشیری و این امر درستی نیست من گمان میکنم که ما امروز بایستی از حاکمیت ملی از حاکمیت ملی که دزدیده شده از دست مردم در بردن بیرون از این ایده از این فکر حاکمیت ملی تمام قدرت با تمام توان دفاع بکنیم هر قد در ارتباط با مسئله حاکمیت ملی روشنایی به وجود بیاد و موانعی که در مقابل تحقق حاکمیت ملی قرار گرفته اونا افشا بشن روشن بشه دوستان حاکمیت ملی دشمنان حاکمیت ملی به درستی شناخته بشه راه برقراری حاکمیت ملی و دموکراسی هم فراهم خواهد شد من گمان میکنم که از این جنبه هستش که ما باید به قضیه نگاه کنیم من واقعا دلم بخواد جناب مشیری نظر حضرت عالی رو بدونم در این مورد بله بله من موافقم با فرمایشات شما آقای عرصی نکته دیگری که شما اشاره کردید به قضیه حاکمیت ملی معمولا دیکتاتور روح جامعه رو بیمار میکنه مردم رو بیزار میکنه متاسفانه بعد از رفتن یک دیکتاتور بر اثر زشکاری های او یک نیروهای گریز از مرکز پیش میاد مثلا این سر و صدایی که در بلوچستان هست اینا هم پیامدهای این دیکتاتوری زشت هست یا در آذربایجان هست یا در خوزستان هست یا در فرض کنید بین هموطنان ترکمن ما هست شما فکر نمی کنید اینا نتایج این دیکتاتوری زشت هست که قضیه حاکمیت ملی رو ممکنه مشکل بکنه برای ما 100% جناب مشیری به همین شکله 100% به همین گونه است برای اینکه یکی از ویژگی های این دیکتاتورهای بیمار بیعقل مسترد جناب مشیری این استش که از ملت خواهی و از وطن و میهن اگرم میخوان دفاع کنن به بدترین شکل دفاع میکنن و معمولا باعث بدنامی مملکت و ملتی میشن و نیروهای گریز از مرکز
در این چنین شرایطی تقویت میشه. بله. یکی از نتایج همونطور که اشاره کردید جناب مشیری تحقیقات وسیعی میدانید در این زمینه انجام گرفته. یکی از ویژگی های در واقع نظام های دیکتاتوری در این استش که جریانات خردگریز رو در جامعه تقویت میکنه جناب مشیری. بله بله. این خواست های غیر معقول از کنم مبارزات و روش های غیر معقول استراتژی های غیر معقول معمولا در شرایطی که یک دیکتاتوری فاسدی در یه جا برقرار میشه و حکمرانی میکنه یکی از نتایجش این خردگریزی است. ببینید جناب مشیری اصلا این طول مدت استبداد باعث میشه که معمولا حتی که گروه های اپوزیسیون هم به گونه ای فاسد میشن و اون نیروی ذهنی سالم از دست اینا گرفته میشه. بنده خدمت شما یه بار عرض کردم در یک از صحبت‌های خصوصی که با هم داشتیم چون مشیرین الان این آقای احمد رشید این متفکر و نویسنده برجسته پاکستانی ایشون یک کتاب نوشته به نام پاکستان آن دی برینگ که در هر حال پاکستان در واقع در پرتگاه از کنم که بله در پاکستان سقوط از کنم خب شاید بشه اینجوری معنیش کرد. اینا این کتاب که خوب این نویسندش یکی از برجسته ترین سیاست شناسان زمان ماست و هم در پاکستان در آسیا و در ایالات متحده امریکا ایشون رو قبول دارن و واقعا بعضی موقع پیشبینی هاش حقیقتا پیغمبرانه است به یه مفهومی چون اون چیزهایی که در طی 20 سال پیشبینی کرده واقعا همینجوری شده. ایشون در این کتابشون که همین هفته گذشته بیرون اومد و من تونستم به سرعت اینو بگیرم و مطالعه کنم به این مسئله بسیار مهمی آقای مشیر اشاره میکنه که میخوره اتفاقا کاملا به مسائل و مشکلات ایران و تأیید فرمایشات حضرت عالی در ارتباط با این مسائل قومی که در ایران به وجود آمده. ایشون میگه که این الان این کشور پاکستان با 150-170 میلیون جمعیت که با افغانستان هم به گونه این کاملا بسته هستن جمعیت 30 میلیون هم در نظر بگیریم یک منطقه با 200 میلیون جمعیت که قدرت اصلی در همین پاکستانه میگه این منطقه جناب مشیر در بحران میگه نیست میگه در بن‌بست مطلقه. بله. و ممکنه این سقوط کنه و سقوط این ممکنه از فاجعه جهانی به وجود بیاره. بله. ایالات متحده هم داره به چاه میگه این پاکستان و افغانستان سقوط میکنه. وقت بررسی که میکنه جناب مشیری این وضعیت پاکستانو میگه در اثر این طول مدت این دیکتاتوری ها و فساد فکری که میگه در جامعه پاکستان به وجود آمده میگه چند تا اتفاق وحشتناک افتاده. میگه یک عبارت از این استش که در این پاکستان اساسا یک این الیت فکری که کرامدان جامعه وجود ندارن که این سرآمدان سیاسی، فرهنگی، اقتصادی میگه اینها اساساً دید روشن و واضحی از مسئله رابطه دین و دولت، رابطه دین با اجتماع، مسائل آینده کشور، مسئله دموکراسی، مسئله آزادی‌های فردی، مسئله دوستان و دشمنان پاکستان میگه از هیچ کدوم اینها هیچ برداشت روشنی وجود نداره. هر کسی میگه هر یک از این الیت و سرآمدان جامعه کوشش میکنن فقط از طریق تنزه طلبی ملی وجیه الملی بودن بله. خیلی از اعتقادات خودشون رو بپوشونن. شجاعت این که حقایق رو به مردم بگن ندارن. بله. عقیده ها نام واقعی خودشون ندارن. یک مطلب اینه که به طور کلی همین قضیه نبوده یک الیتی با افکار و عقاید روشن درباره گذشته و حال و آینده پاکستان باعث شده که سیاستمداران فرصت طلب و اپورتونیست و وجیه الملل طلب در جامعه به وجود بیاد که اینا نمیتونن هیچ مسئله رو حل بکنن، نمیتونن هیچ مسئله رو نمیتونن حل کنن، بلکه هر یک از اینا خودشون منشأ مشکلات مسئله میشن. بله. مطلب اینه. مطلب دوم آقای مشیری میگه که میگه در پاکستان سه مسئله است که وحشتناک اینها در هم به گونه پیچیدن و اون مسئله این استش که یکی مسئله ملیت و پاکستانی بودنه.
بله یکی مسئله مسلمان بودنه، یکی هم مسئله قومیته. چون پاکستان شما میدانید که خب از یک طرف یک کشوره، از یک طرف دینی به نام اسلام اونجا هستش که هر کسی میخواد رو بس کنه به اون. اصلا تنها مملکت دنیاست که نه تنها دین و دولت یکیه در هم ادغام شده، بلکه اصلا کشور بر پای دین به وجود آمده. بله بله. سوم مسئله که میگه بسیار میگه در پاکستان وحشتناکه، مسئله قومیته. این کشور از پنج منطقه خیلی مهمه، پنجاب و از کنم سند و مسئله پشتونستان و وزیرستان و بلوچستان به وجود آمده. میگه این مناطق هر کسی قومیت خودشو داره، خیلی ها قومیت خودشونو مقدم بر پاکستانی بودن قرار میدن. بله. یا پاکستانی بودن خودشو مقدم بر قومیتشون قرار میدن، بعضی ها مسلمان بودنشونو مقدم بر هر چیزی قرار میدن. در واقع چیزی که اینجا وجود نداره میگه پدیده ای به نام ملته. درست گفته. در نتیجه یک جام قومیت مقدمه، یک جام ملیت مقدمه، یک جام مذهب مقدمه، و چیزی که اینجا در واقع به حساب نمیاد همین ملت 170 میلیونیه. بله خنده آوره. بله این قضیه جناب مشیری میگه مشکلی به وجود آورده که هیچ مسئله قابل حل نیست، و این مشکل با هم مشکلی که اول از کردم و همین مسئله، یعنی نبود یک الیتی که نگاه روشنی به مسائل داشته باشه، میگه باعث شده که اینها بیفتن به یک خط فساد و جامعه نمیتونه به وحدت نظر برسه، نمیتونه بر سر یه موضوعی از کنم که از خود گذشتگی بکنه، چون ملت شدن جناب مشیری بهتر از بنده میدانی. وقتی شما میگیم ملت، مفهوم ملت شدن، ملتی بودن، یعنی این که یک فرد منافع ملت رو مقدم بر منافع فردی خودش، منافع دینی خودش، عقاید فردی خودش و عقاید قومی و وابستگی قومی خودش قرار بده، ملت رو مقدم بر هر چیز قرار بده. مثلا وقتی در ایران انقلاب مشروطیت شد، حسن علی بهتر از بنده میدانید، در اون روز روزنامه ایران نوشت وقتی که مشروطیت داده شد به مردم و مردم اونجور مبارزه جانانه رو کردن و مشروطیت رو گرفتن، صاحب قانون اساسی شدن، روزنامه ایران نوشت از امروز به بعد ما یک ملتی هستیم به نام ملت ایران. این ملت ایران مقدم است بر مسلمان بودن، بابی بودن، زرتشتی بودن، ارمنی بودن، یهودی بودن، هر چیز دیگری بودن، این قوم یا آن قوم بودن، ترک بودن، فارس بودن، عرب بودن، کرد بودن، این مفهوم ملته. و مدرن ترین مفهومم برداشته بسیار از ملت و حاکمیت ملت هم از اینجا میاد. شما جناب مشیری بهتر میدونید باز در تعریف حاکمیت ملی، در تعریف حاکمیت ملی که چند جور از آن اساسی فرانسه آمده در انقلاب کبیر فرانسه مطرح شد، بعدن تمام حقوقدانان بزرگی که متخصص در امر قانون اساسی بودن این جمله رو، این تعریف رو در مورد قانون حاکمیت ملی بیان کردن. و این تعریف هم این هستش که حاکمیت ملی امریست تقسیم ناپذیر، تعطیل ناپذیر و تفویض ناپذیر. حاکمیت ملی رو نمیشه تقسیم کرد. ما نمیتونیم اگر خودمون رو ملت ایران میدانیم، ما خودمون رو ملت نمیدونم هند میدانیم، ملت پاکستان میدانیم، دیگه ما نمیتونیم بگیم که مثلا در منطقه کردستان یا در منطقه آذربایجان یا در منطقه گیلان منطقه خود من به خود من مربوطه. نه اینجوری نیست. من اردبیلی در شهر اردبیل همونقدر حاکمیت دارم که یک کرد که در سنندج نشسته، همینجور یک اردبیلی بر سنندج و اهواز و بر نمیدانم بلوچستان و بر زابل و مشهد همینقدر حاکمیت داره که یک نفر مشهدی، یک نفر سنندجی، اهوازی در اردبیل و سراسر ایران. در واقع اگر در چنین کشورهایی در وقتی که حاکمیت ملی هست میان مثلا به استانهای مختلف تقسیم میکنن، فرمانداریهای مختلف به وجود بیارن، تقسیم مسئولیت جناب مشیری، بله نه تقسیم زمین. بله حالا که ما الان میبینیم در اثر نبود این افکار روشن در مورد حاکمیت ملی و
در مورد مسئله استقلال ملی، در مورد دموکراسی، ما می‌بینیم که یه عده‌ای افتادن وسط در ایران این بحث‌ها رو مطرح می‌کنن، می‌گم در مورد کردستان، بلوچستان، در مورد می‌گم آذربایجان که بیاید ما دولت‌های منطقه‌ای تشکیل بدیم، می‌گم سرود خودمون داشته باشیم، آقای خودمون داشته باشیم، حتی بعضی‌ها میگن ارتش ویژه خودمون داشته باشیم. خب اینها اصلا معنی حاکمیت ملی رو آقای عرصی گرامی، ببینید خواستم اضافه بکنم که در استبداد سابق اساساً ملت نقشی نداشت و این مفاهیم هیچ گونه تعریف ازش نمیشد، ممنوع هم بود. یعنی فرض بفرمایید که بحث مشروطه کردن، بحث انقلاب بزرگ مشروطه کردن، این سخنانی مربوط به مجلس یا قانون گفتن ممنوع بود، کسی جرأت نداشت. بعدش هم که این آقایان آمدن و ما رو امت خطاب کردن، یعنی اینها وحشت دارن از قضیه حاکمیت ملی. این است که بسیاری از این مفاهیم بر مردم همونطور که فرمودید روشن نشده متاسفانه. اینا قضایای مهمی است که باید مرتب مطرح بشه تا معنیش کاملا روشن بشه. من دیدم بعضی این شبه روشن فکرا میگن حالا اشکالی نداره، حالا بلوچستان بخواد جدا بشه، خب مگه دموکراسی نیست که جدا بشن؟ آقا این چه حرفی است، این چه سخنی است؟ نظر شما چیست؟ بله همین جناب، خنده آوره، واقعا خنده آوره. بله یکی از عللی که حضرت عالی رو به هیچ تعارضی اینقدر ستایش میکنم کاری که دارید انجام میدید، به خاطر اینکه شما مرکزی شدید برای پخش دانش، برای گستراندن آگاهی عمومی و آگاه کردن یه ملت از فرهنگ خودش و به حقوق خودش. ببینید جناب مشیری، واقعا یکی از مفاسدی که نتیجه استبداد، نتیجه دیکتاتوری، همین چیزی هست که شما دارید میگید. مرحوم شادروان کسروی بزرگ در همین نوشته‌هاش در مورد مشروطه، خب می‌نویسه مشروطه این نیستش که یک قانون اساسی بنویسیم و عرض کنم که چهار تا نماینده را بیفتن برن مجلس و قانون تصدیق بکنن. میگه مشروطگی یعنی سررشته‌داری مردمی. بله. رشته‌داری مردمی هم یعنی آگاه بودن به حق و حقوق خود. بله. و آگاه بودن از این که حق دولت چیز، حق ملت چیز، حقوق چیز، عدل چیز، ظلم چیز، آگاهی به این چیزها و سررشته‌داری مردمی به قول او. خب نه در زمان محمد رضا شاه، نه در زمان این جمهوری اسلامی استبداد و دیکتاتوری حاکم مردم رو از آگاهی در واقع دور کرد. بله. و این اوضاع احوال به وجود آورد. نتیجه این شده که همون بلایی که عرض منم همین بود، این مسئله این که احمد رشید در مورد پاکستان داره صحبت میکنه، در واقع از فاجعه پاکستان و علت به بن‌بست رسیدن پاکستان صحبت میکنه، میگه حتی الیت سیاسی و اجتماعی و فرهنگی این مملکت هم از اصولی مثل حاکمیت ملی، مثل رابطه دین و دولت، مثل رابطه بین ایالت ها با مرکز و غیره اصلا یه آگاهی نداره. های مشیدی، بله و چون آگاهی نداره این حرفای واقعا بچگانه زده میشه، خیالم میکنن که حرفای بسیار بسیار مهمی زدن که بله آذربایجان میخواد بره نمیدونم کردستان میخواد بره فدرالی چنین است، نمیدانم خوزستان میخواد بره. بنده سوالی که از اینا میکنم اینه، چطور شد شما یک کشور رو، یک کشور دموکراتیک رو در سراسر این عالم نشون بدید که اینا آمده باشن کشور خودشونو به هر راد گذاشته باشن، گفته باشن آقا ایال هندی آمده باشن که بزرگترین دموکراسی دنیاست، بری آقا هر ایالتی، ایالت گجرات میخواد بره بذاره بره، ایالت سند میخواد بذاره بره فلان. ببینید که شما آقای مشیر برسر کشمیر، برسر کشمیر اینها تا حد این که به جنگ اتمی کارشون بله. آقای واجپایی، بنده در هندوستان بودم، این موضوع جنگی که قرار بود به پا بشود و لشکر کشی، ایشون گفت که این کشمیر محور اصلی ملیت ماست و شما این تصور رو نفرمایید که می توانید کشمیر رو از ما بگیرید، به دولت پاکستان اعلام میکرد. آقای همونجور که فرمودید، بله، آقای مشیدی متکر فرانسوی است به نام آلمنک، این آلمنک چه کتابی نوشت به نام درباره ملت‌ها، در اون کتاب درباره ملت‌ها به اصطلاح می‌نویسه که اساساً این ایده‌ای که
یک کشوری رو بیاییم به نام حق ملل در تعیین سرنوشت بیاییم به بخشای خودش تقسیم بکنیم، فرانسه رو بیاییم به بخشای خودش تقسیم بکنیم، نمیدانم هند رو بیاییم به بخشای خودش تقسیم بکنیم به نام حقوق قومی، میگه تسلیم دموکراسی در برابر عقاید عشیرتی و قومی است. بله بارکلا، به به، یعنی بازگشت به عقب. جناب مشیری، این بازگشت، این ارتجاع واقعا. ما به چیزی که در ایران نیازمندیم، ما به چیزی که نیازمندیم، درک درست از و مدر از مفهوم حاکمیت ملی و مسئله دموکراسی که در اون حقوق کرد و لور و ترک و فارس و عرب و عجم همه در اون اونجا داده میشه، همه حقوق اونجا به دست میادن. بله زنده باد. و از کنم که این نوع برنامه هایی که اینا دارن بیان میکنن، نمیدانن هر منطقه میخواد بذاره بره بره، هر منطقه برای خودش که دولت مستقل دولت منطقه داشته باشه، این یعنی ضدیت با دموکراسی، یعنی عقبگرد. بله اتفاقا باز احمد رشید در این کتاب چیزی که بیان میکنه میگه آقا این پاکستان فدراله دیگه آقای مشیدی. بله پاکستان یعنی هر یک از این ایالت هاش اینها دولت های منطقه خودش رو دارن، سند دولت منطقه خودش رو داره، بیزن پنجاب دولت منطقه خودش رو داره و غیر و غیره. اما ما میبینیم که از این فدرالیز سختر شد بند من از پند تو، واقعا از این پند فدرالیزم این آقایون بندهای استبداد و دیکتاتوری عقب ماندگی در این کشور بیشتر شده. بله آقای عرصی گرامی، این صحبت پاکستان کردیم، میدون که این پیدایش پاکستان مبتنی بر اندیشه های بزرگ نبود. یعنی بعد از اینکه انقلاب پیروز شد، همین محمد علی جناح در یک در واقع محاوره‌ای که از اینا هست به گاندی میگوید که ما از استعمار انگلیس بیرون آمدیم، ما مسلمانان نمیتوانیم مستعمره شما هندوها باشیم. اونم گاندی بزرگ گفته است برادر جناح، ما برادریم. این چه سخنی است تو میگویید؟ شما بیا رئیس جمهور. گفت که یا جنگ یا کشور پاکستان. در واقع این کشور مبتنی بر نفرت از هندو و برای در واقع پیشبرد مقاصدی که میشود گفت نفرت دینی، یک کشور جعلی درست شد که هنوز نمیشد به این کشور گفت. یعنی شما اگه نگاه کنید هیچ هویت ملی بر پاکستانی متصور نیست، اینا همش هندی هستن که مدتی جدا شده. یعنی دو چیز رو اینا معیار قرار دادن، یکی زبان اردو است که آیین اسلام، یعنی بیشتر از هر ملتی اینها متظاهر به اسلام و دینداری هستن به جهت اینکه چیزی ندارن به اون بیاویزن. آقای عرصی، و فکر نمی‌کنم کار اینا به جایی برسه با توجه به این نفاق و شقاق قومی هم که هست، این پشتون‌ها و اینها، خیلی وضعیت بدی است در پاکستان. حتی از جناب مشیری بنده با حضرت‌عالی موافق هستم و اشاره می‌کنم به این وضعیه که جناب مشیری در همون دوره که پاکستان به نام حق دموکراسی و حق اقوام و ملل در تعیین سرنوشت اونا بهانه قرار داد، از هند دموکراسی خودشو جدا کرد و از گاندی و نهرو خودشو جدا کرد. بله یکی از نویسندگان حزب کنگره جناب مشیری یک مقاله‌ای داره در این مورد، در این مورد میگه که از کنم پاک مردم این منطقه به نام دموکراسی دارن جدا میشن از هند، ولی نمیدانن که در وهله اول خودشون از دموکراسی دارن محروم میکنن. بله همینجوره، جدا میشن ولی از دموکراسی دارن خودشون محروم میکنن. و واقعا اینجوری شد. شما ببینید هند الان یه کشوری هستش که بزرگترین دموکراسی دنیا رو به وجود آورده و با اون فرهنگ قوی و بله استوار، بله انسانی خودش که آینده دنیاست، داره نشسته رو موشک داره همینجوری میره جلو. جناب مشیر، بله بله بله، رشد عجیبی کرده هند. مردم اونجا دارن خوشبخت میشن، دارن زندگیشون زیر و رو میشه. بله ولی پاکستان که همون هندی ها هستن به دلیل تعصبات مذهبی، بله دین خودشونو در مقابل ملت خودشون قرار دادن. اینا در واقع جزء ملت هندن دیگه. بله بله بله، هویتی ندارن. بله به خرج دادن، جدا شدن. به چه چیزی رسیدن جناب مشیری؟ نه به ثروت رسیدن، نه قدرت رسیدن، نه به دموکراسی رسیدن، ولی رسیدن به بن‌بست، شده کانون دیکتاتوری، کانون فاوان تمام‌طلی، کانون از کنم که بنیادگرایی،
پسمانده ترین اعتقادات فاشیستی الان اینجا نومی شده که قلبی شده که خون فاسد به تمام مناطق دنیا داره صادر میکنه. آقای عرسی، این ارسال پول عربستان و تبلیغ وهابیسم هم قوز بالا قوزی شده است برای پاکستان بیچاره، اینطور نیست؟ بله دقیقا به همین شکله جناب مشیری. و از اون طریق اینها تمام این آسیای مرکزی رو جناب مشیری، یعنی تاجیکستان و ازبکستان و قرقیزستان و خود افغانستان، و تو افغانستان شما میدونید که در حال افغانستان در حوزه فرهنگ ایرانی بود، ادبیات ایران نمیدانم، شعرهای ایران، بله. تمام اینها که خود مردم افغان نقش بزرگی در این قضیه در بله. به وجود آوردن ادبیات ایران بله. نقش داشتن، ادبیات فارسی نقش داشتن، عرض کنم اینها تفکرشون اینجوری نبود. این پدیده طالبانی یه چیزی که به اونجا هم از پاکستان وارد شده جناب مشیری. بله 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 دقیقاً. ضیاءالحق، پدیده ضیاءالحق جناب مشیری یه چیزی که این اندازه قابل مطالعه است. ببینید ایشون همون فرمانده ارتشی بود که در اردن هم وقتی که بود در اون ماجرای سپتامبر سیاه اون فلسطینی ها رو به دستور ملک حسین ایشون رو سرکوب کرد، این ضیاءالحق. عجب. بله بله شما بیوگرافیش رو بخونید. ایشون در پیمان سنتو و در منطقه معروف بود به یک به اصطلاح بهش بودن خالد ابن ولی، یعنی سیف الاسلام ایشون داشت. بله داشت که دشمن خونیه تمام نیروهای متجدد دموکرات. بله شلاق میزد. بله قانون اسلام آورده بود به یادم هست. و عربستان سعودی عاشق این آدم بود، این فرد بود. وقتی که علیه ذوالفقار علی بوتو که این فرد مترقی بود بله و میخواست در پاکستان یه تحولات آرام و مثبتی به وجود بیاره، میدونه که اونجور جنایتکارانه ایشون به قدرت رسید و بوتو هم اعدام کرد. بله و پاکستان رو کرد مرکزی برای مبارزه با نیروهای دموکرات و نیروهای چپ در سراسر منطقه. و اون جنگ وحشتناکی که علیه در واقع دولت افغانستان و پاکستان به وجود آورد بیشتر ضیاءالحق بود و تمام این رهبران اسلامی رو که ریگان و امثال اونها به اونها به عنوان فریدام فایترز و اونها جایزه دادن و مثل گلبدین حکمتیار رو بله مجددی و غیر و غیره، همه اینها آدم های ضیاءالحق بودن و ضیاءالحق شدیداً مورد پشتیبانی عربستان سعودی بود. بله بود که آقای مشیری میگن اونجا میریخته انواع مساجد نمیدانم نهادهای مذهبی و از اون طریقا گسترش پیدا میکرد، میرفت به سراسر شبه قاره هند و به آسیای مرکزی و پاک افغانستان. و در واقع وهابی روحش و قلبش آقای مشیری در پاکستان داره میتپه. بله بله چون امکانات انسانیش اونجا خیلی زیاد هست بکست خوره، ولی در اونجا داره روش میکنه اینا که چنین خطری واقعا به وجود آمده اینا. و یه فارسی ستیزی هم هست در بین اینها، به خصوص در پشتون و اینها. در افغانستان هم طالبان یک کتابخانه بزرگ از کارهای بی نظیر زبان فارسی رو آتش زدن. خیلی عجیب شده وضعیت پاکستان. بله این پشتون ها آقای مشکلی با این، یعنی این اسلامیزاسیون اینها، این مجددن دینی شدن اینها، خب اینا مسلمان بودن ولی مسلمان دوباره مسلمان شدن اینا به اصطلاح این برمگین شدن اینا بله. این دفعه اینا وهابی بیرون اومدن، یعنی وهابیت هم شما خودتون میدونید یه دشمنی ویژه‌ای با شیعه بله که بله اینا الان در پاکستان افغانستان این دعواهایی که علیه نوروز هست، میگم جشن نوروز هست و همه اینا رو به عنوان جشن جمشیدی ها و فارس ها و ایرانی ها و شیعه ها که اینا رو در هم با هم قاطی میکنن به نامه این اعلام میکنن بله. و یه چیز خارجی برای افغانستان تلقی میکنن. مقالاتی که همین اخیر در آمده بیرون با توجه به اینکه سالهای اخیر دوباره زبان فارسی فوق العاده در پاکستان در افغانستان داره گسترده میشه و رشد پیدا میکنه، سرصدای تمام اینها در آمده بیرون، یعنی یک نوع اصلا
با زبان فارسی و فرهنگ فارسی ایرانی یا حالا افغانی اصیل اسمی چون میدانم بگن یک نوع مبارزه و لجبازی داره وجود داره که اینم از اون وهابیتی میاد که اومده امروز در پاکستان در قالب این احزاب اسلامی خیلی متأثر داره بروز و نمود پیدا میکنه. این هستش که ما فکر میکنم من آقای مشیری واقعا وضع پاکستان اولا با توجه به این که در مرز شرقی ما قرار گرفته هر اتفاق اونجا بیفته رو ما هم اثر میذاره جنبش مسلحانه بلوچهای پاکستانی بسیار گسترده داره پیدا میکنه. یه مرکز بزرگی دارن به وجود آوردن در برلین و اینها در خارج جمعیت عظیمی رو جمع کردن دارن مبارزه در اونجا رو به محلق مسلحانه تبدیل میکنن که یقینا این رو ایران هم اثر خودش خواهد گذاشته در بلوچهای افغان هم این اثر رو خواهد گذاشت. از یک طرف اینه، حالا آثار دیگه هم که رو اعتقادات دینی و اسلامی اینا خواهد گذاشت خب مسلم هست. غیر تمام اینها بالاخره ما در یک جهان به قول معروف گلوبالایز شده در این زندگی میکنیم، دنیایی که همه اثر میذاره. بالاخره تحولات اینجا بایستی مورد نظر ما هم باشه و باید دنبال بکنیم ببینیم چه اتفاقاتی در اونجا میفته و چه اثراتی رو ما خواهد داشت. از دیگه جناب مشیری که اهمیت داره اینه که ما میبینیم این تحلیل ها این که در مورد وضع پاکستان صورت میگیره همین الان در مورد ایران هم صادقه. این همون چیزی که احمد رشید اشاره میکنه، میگه یک الیت آواره که برداشت روشنی از مسائل نداره و از طرف دیگه مسئله قومیت و ملیت و مسئله مذهب این ستا اصلا جوری قرقاتی شدن که یک پاکستانی نمیدونی که چه چیزی مقدم بر چه چیز دیگری هست. و اینجا من فکر میکنم کار افرادی مثل سالی و کسانی دیگری که در این زمینه قلم میزنن سخن میگن، کسانی که میخوان برداشت روشنی آقای مشیری همه امور وجود داشته باشه، رابطه بین دین و دولت روشن و سریع روشن بشه، برداشت از دین روشن باشه، جایگاه دین روشن باشه، زبان بازی کسی نکنه. بله، به مصلحت سخن گفتن باشه. و مبهم گفتن و از کنار قضايا گذر کردن، اینها چیزهایی بوده که واقعا مردم ما رو سردرگم کرده برای سالیان دراز. آقای عرصی گرام، بله، من امیدوارم که جناب مشیری این قضايا درسی است دیگه، درسی است که برای ما ایرانی ها و گفت علاج حادثه قبل از وقوع بشه دیگه، سر مسائل قومی، سر نمیدونم جنگ داخلی، نمیدونم جنگ خارجی، تمام اینها چیزهایی هستن که باید با قاطعیت در موردشون سخن گفت. مبهمگویی نباید کرد. به قول این نقد قولی میگم نسبت میزن به ویلسون رئیس جمهور معروف امریکا، میگه که شما از مبهمگویی خودتون حتما ضرر خواهید کرد، اما از روشنگویی سودی نبرید، لاغر ضرر نخواهید کرد. بله بله، حرف درستی زده، حرف درستی زده. ما بعد از مرحوم کسروی که سخنش رو درخشان میگفت، ما روشنفکری نمیشناسیم که در واقع در کنار مردم ایستاده باشه و به وضوح و روشنی بدون مصلحت و ترس سخن گفته باشه. خیلی خیلی فقیر بودیم در این زمینه آقای عرصی، متاسفانه. بله آقای مشیر، ببینید واقعا یه اشتباه بزرگی شده در مورد روشنفکر. ببینید در ایران معمولاً مردم بالاترین فداکاری رو این میدونن که کسی از جان خودش بگذره. من گمان میکنم از جان گذشتن بسیار آسانتره تا از آبرو گذشتن. جناب مشیری، درود بر شما. یه روشنفکر بزرگ کسی است که از آبروی خودش میگذره، وگرنه از جان گذشتن بالاخره هر سربازی هم ممکنه در میدان جنگ یا در پای مبارزه از جان خودش بگذره. تو دای مردم که میان تو خیابان ها وان که مبارزه پیش میاد میگه جانشو میذارن میرن سینه‌شون رو سپر میکنن در مقابل گلوله ها میسن و کشته میشن و به شهادت میرسن. بله، چیزی که اهمیت مردم همیشه میترسن از آبروی خودشون بگذرن. یه روشن فکر بزرگ گمان مخلص این هستش اون کسی است که از آبروی خودش میذاره، حقیقت رو بیان میکنه حتی اگر به قیمت آبروش تموم بشه. درود بر شما. یه چنین فردی بود و این درس بزرگ به ما داد. بنده اعتقادم در اینه که در وجود کسروی اخلاق
و اخلاق و روشنفکری با هم آشتی میکنن جناب مشیری. بله بله، ما با کسی رو همونطور که در وجود مصدق ما آشتی سیاست و اخلاق رو میبینیم، مخلص اعتقادم بر این هستش که در وجود کسری اخلاق و روشنفکری با هم آشتی میکنن، چون با اوست که ما میتونیم حقایق رو بیان بکنیم. حتی اگر حرف غلط بزنیم، وقتی که با شجاعت حرفمون رو بزنیم در معرض نقد قرار میگیریم. درود بر شما. و همگویی هیچ چیزی رو مردم نخواهد داد، فقط اونها رو آواره و اونها رو دروغگو و فرصت طلب تربیت خواهد کرد. من گمان میکنم که یکی از چیزهایی که کسی جامعه ایران بدهکار رو و جامعه روشنفکری باید از او دست بگیره همین شجاعت کسری بود، از اینکه از بدنامی نمیترسیدشون. بله دقیقاً، شو صراحت میگفت و درود به او و کسانی که واقعا راه او را جناب مشیری میرن. و امروز ما نیازمند چنین مردان و زنانی هستیم که به صراحت بیاد واقعا سخن خودشو بگه. بله درود بر شما آقای عرصی گرامی، خیلی خیلی سپاسگزارم، مطالب خیلی مهمی مطرح شد. شما اگر عبارت پایانی به نظرتون میرسه بفرمایید که آرام آرام برنامه رو میبندیم عزیزم. بنده جناب مشیری عرضی ندارم، فقط آرزو دارم که در سالی که هست ما مبارزات ملی برای آزادی رو عاقلانه‌تر جلو ببریم و به امید که بتونیم یه جبهه بزرگ ضد فاشیسم و ضد جنگ بتونیم به وجود بیاریم. بسیار ممنونم، شب و روز شما بخیر، تا برنامه آینده. خدا نگهدارتون، با درود به شما و خدا نگهدار به بینندگان برنامه شما. درود بر شما. با دوست گرامی آقای عرصی صحبت کردیم و مطالب مهمی مطرح شد. دراز مدتی نگذاشتن و رفته رفته شخصیت ها رو در واقع به سکوت کشاندن و همواره میدونید که دیکتاتورها آدم های کم‌مایه و میانمایه رو میدان میدهن، چهره های درخشان، فکر های درخشان که توجه مردم رو جلب میکنه، مردم رو بیدار میکنه، هرگز دیکتاتور نمیذاره که رشد بکنه. یعنی که ما از فقر فکری و فقر روشن فکری هم در رنج بوده ایم، متاسفانه به واسطه وجود استبداد. اونقدر بیراه رفتن این کسانی که درسی خونده بودن، اهل فکر بودن، که اساسا فراموش کردن منافع مردم رو. این است که عرض شود که مطالبی که به قضایای ملی مربوط است، به مردم مربوط است، هیچ گونه تمجمج و لغلغه زبان اینجا جایی نداره در این صحنه و در این حوزه. واسه قضایایی که مربوط به حقوق مردم هست یا نقد درستی نسبت به استبداد یا هر پدیده‌ای هست، با وضوح تمام و با صراحت تمام بایستی بیان بشود تا مردم عرض کنم که بتوانند به درستی در باب این موضوع قضاوت کنند. هموطنان گرامی، وقت ما در اینجا به پایان رسید. با سپاس از امیر جوان در اتاق فرمان و شما هموطنان و همزبانان در جا هستید، برنامه رو می‌بندیم تا برنامه دیگر. درود بر شما، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.